سلام به همگی. آقا پریروز، این جناب بانکیمون که به هوای اسم ظریف یه رودست زخیم از آخوندا خورده بود، از دهنش در رفت، گفت که بیان ژنو. آقا هنوز حرفش تموم نشده بود که سید علی خمار یه دفعه عنان از کف داد و شروع کرد به قش و ضعف کردن واسه ژنو دو. دبیرکل سازمان ملل متحد به طور رسمی از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست ژنو دو با هدف حل بحران سوریه دعوت کرد. بان کی‌مون ساعتی پیش این مطلب را در جمع خبرنگاران مستقر در سازمان ملل متحد اعلام کرد. بان کی‌مون در نشست خبری خود تصریح کرد: همانطور که بارها گفتم، باور من این است که ایران باید بخشی از راه حل بحران سوریه باشد. بگی منو. از اون طرف ورق پاره بسیجی ها که اسمش روزنامه جوانه هم رفت تو مایه رقص شاطری و حالا بشکن نزن کی بشکن بزن. اکنون ایران در مجموع مدعوین رسمی به ژنو دو قرار گرفته و این امر به آن معناست که آمریکا در نهایت واقعیت موجود در منطقه را پذیرفته که ایران در وضعیت فعلی منطقه قدرتی تأثیرگذار است که تغییر و تحول منطقه‌ای بدون در نظر گرفتن این کشور ممکن نیست. کوسم یهو کف کرد و قضیه رو نقد کرد تو جیب گشاد قباش که بله، دعوتنامه بان کی‌مون یه پیروزی دیپلماتیک برای دولت اعتدالِ. اما چند ساعت بعد یهو یه سیلی جانانه فرود اومد و گوش سید علی و کوسه رو دوخت به هم. بان کی‌مون دعوتو پس گرفت. ما از دو چیز متاسفیم. یکی از این که آقای بان کی‌مون بر اثر فشاری که روش وارد شد پیشنهاد خودش رو پس گرفت، چون ما چندان شائق نبودیم به این موضوع، فقط به خاطر اینکه ازمون دعوت شده بود شرکت می‌خواستیم بکنیم، اونم نه در سطح وزیر، به دلیل اینکه اعتقاد داشتیم زمان دعوت برای حضور وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خیلی دیر شده بود و قرار بود که معاون وزیر خارجه اگر دعوت جدی باشه شرکت بکنه. اون که بله، هر کی ندونه موشکاف میدونه که بابا کوسه اصلا از اون اول قید سوریه رو زده بود، یعنی میخواست بی خیال قضیه بشه. اما بعد که دید یه مال مفتی از راه رسیده، یهو پرید و گفت انا شریک. واسه خاطر همین هم هست که سیلی ژنو دو سر و صورت کوسه و بوسما رو با هم نبا. ظریف نظام رو ملاحظه کنید ببینید چه جوشی آورده. اما اونچه که بیشتر باعث تأسف نداشتن شهامت برای اعلام دلیل پس گرفتن دعوته. اینکه پس گرفتن دعوت رو به اظهار نظرهایی که در ایران شده نسبت بده، کاملا نشون دهنده اینه که نخواسته بپذیره که به دلیل فشاری که برایشون از سوی کشورهای، یعنی به صورت مشخص آمریکا و بعضی گروهایی که خب دستشون به خون مردم سوریه هم بعضن آغشته است، فشار رو بردن به ایشون و ایشون ناگزیر شده که این کار رو انجام بده و بعد به دنبال توجیه گشته. من این رفتار رو در شأن دبیر کل سازمان ملل متحد نمیدونم و باعث تأسفه که این رفتار رو ایشون از خودش بروز داده. نتیجه این که معلوم شد عمق جرخوندگی ولایت خیلی بیشتر از این حرف هاست. حالا وسط مهرموم سایتا و تو بحبوه زهرخوری، حلی بافوری و رقبا باید این یکی فضاحت رو هم جمع و جور کنن. ولی فقیه که یه روزی میخواست دنیا را حفل و حفو کنه، حالا دستش از سوریه هم داره کوتاه میشه. اگه دنیا دست من بود همه جا بسیج میکاشتم، اون بالا رو برج ایفل چهار تا عمامه میذاشتم. اگه دنیا دست من بود خیلی کارا رو میشد کرد، دیوار چین رو میذاشتم واسه تفکیک زن و من.
اگه دنیا دست من بود، راستی که خیلی خفم بود، بهترین لباس دنیا عبا عمامه من بود. اگه دنیا دست من بود، با میذاشتم تو المپیک، توی دانشگاه سوربن میدادم درسای تاکتیک. اگه دنیا دست من بود، مونالیزا چادری بود، نه فقط دمشق و بغداد، همه جا دیکتاتوری بود. اگه دنیا دست من بود، راستی که خیلی خفم بود، بهترین لباس دنیا عبا عمامه من بود. اینا همه خواب بابا، دنیا کدومه؟ دنیایی از مصیبت و بدبختی رومه. همین روزا چپه میشم، کارم تمومه